توی این ویدیو میخوایم در مورد هتل‌های دبی صحبت کنیم. کجا هتل بگیریم که قیمتش مناسب باشه؟ دوستان توجه کنین، هتل‌های دیر دبی قدیم از همه جا قیمتاشون مناسب تره، منتها کیفیتشون پایین تره. من خودم شخصا رفتم از نزدیک چند تا رو که قیمتاشون 100 درهم بود، 100 150 درهم بود، وارد که شدم واقعیتش یه بوی خاصی میداد، من خب دوست نداشتم. پیشنهاد میکنم هتل خاصی بگیرید توی دبی. به نظرم البرشا قیمتاش خوبه، مرکزم هست، دسترسیتم خوبه. مثلا من یه هتلی که اونجا گرفتم، یه واحد استدیو، اسم هتل استدیو امه، شبی در اومد 220 درهم، کنار مرکز خیلی اماراتی، کنار مترو. یا مثلا قبلا رفتم کجا هتل گرفتم، کنار مرکز خرید ابن بطوطه، اونم مترو بود، همه چی کنارش بود، شبی اونم همون هلوشا در میومد. اگه از سایت بگیرید بوکینگ، هلوشا 300 درهم. کلا بستگی به تایم داره. و هتل‌های خاص هم بخواید بگیرید، توی همون خیابون شیخ زاید خیلی زیاده که انشالله من در پست‌های بعدی به شما معرفی میکنم. ورودی هتلمون داخل لابی، ببین از این آب سرد سرد، این آب خیاره، اینم که پرتقاله، تهش که مثلا میخوری مثلا بوی اون خیار و پرتقال رو حس میکنی، خیلی باحاله. چای عربی هم گذاشتن، اینا رایگانه، هر چقدر دوست داشتی میخوری. ماساژ هم داره 250 درهمه. و لابی هم که ببینین، یه هتل 270 درهمی توی البرشا نشونتون بدم. فضای داخلش به این شکله، واقعا فضای خیلی شادی داره. ببین میز مطالعه، آینه، تلویزیون، مبل، بعد اینجا سیستم سرمایشی گرمایشی، آینه، و این ور یخچال، سیف باکس، چایی و کافی نام داره. و این قسمت هم که همون سرویسه، دستمال کاغذی و حوله، همه چی هستش. ایوان کوچیکم داره. فقط نگاه کنی این هتل چه کلیدای جالبی براش گذاشتن. این اولی رو نگاه کن، شما وقتی میزنی چراغا همشون روشن میشن، خاموش میشن. دومی رو میزنی اینجور روشنه، یعنی میگی من اتاقا میخوام تمیز بشه، خودشون رسپشن میان تمیز میکنن. اینو وقتی میزنین کلید دیگه یعنی قرمزه، قفله، کسی نیاد مزاحمم نشه، میخوام بخوابم. خیلی جذابه. این سیستم هم که میبینی اینجا سرمایشی گرمایشی، جالبه بدونی پنجره باز کنی این کلا قطع میشه، اصلا دیگه کار نمیکنه. این کلید که هیچ اینجا گذاشتی اینجوری روشن میشه. اینو نگاه کنین، چراغ خواب خاموش روشن، چراغ تلویزیون حالا این بالا کلا روشن شد، اینا که همون کلید خوابه، اینا که چراغای سمت دیگه است. سلام دوستان خوبم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه، دلتون همیشه شاد باشه. امروز میخوام هتلی رو که تو دبی رزرو کردیم رو بهتون معرفی کنم. قبلا بهتون گفته بودم من سهامدار RCIم، هر هتلی رو بخوام در سال یه هفته میتونم بدون هزینه، یعنی رایگان، رزرو کنم و از تمام خدمات هتل استفاده کنم. اما بابت پذیرایی مثل صبحونه، نهار، شام، بابت اینا باید هزینه رو پرداخت کنم. هنوز هتل رو ندیدم، با هم بریم ببینیم به چه شکل. رسپشن هتل اومد استقبالمون، چمدونام رو بگیره. بریم داخل هتلمون رو ببینیم. هتل خوبیه. درباره هتل هم بعدا براتون توضیح میدم چطور این هتل رو گرفتیم. من همیشه دوست دارم هتلایی رو بگیرم که سویت داشته باشه. من اینجا تو این هتل سویت دو خوابش رو گرفتیم که چون یکم تعدادمون زیاده دوست دارم دوره هم جمع باشیم و خوش بگذرونیم. میز ناهارخوریه، اینجا مبلمانه، قسمت به این شکله. حالا اینجا سرویس بهداشتی هستش،
سمت هم یه اتاق خوابشه، من این سمت هم کمد داره ولی نمیرم داخل. این هم اتاق خواب بعدیشه، برای خودش سرویس تمام جداگونه داره. این سمت هم اتاق خوابشه. صبحونه هتلمون هم سلف سرویسه ولی ما صبحونه نگرفتیم چون هیچ موقع نمیتونیم زود بیدار شیم یا کار داریم به صبحونه نمیرسیم. در حال صبحونهش اینه، براش نبلا فیلم میگیرم. ویو رو به برج عرب هم داره که خیلی عالی. استخرمون هم طبقه آخر استش، طبقه 15 هم. ویو خوبی داره استخرمون به تمام شهر دبی. اینجا راهرو هتل هستش. این طبقه هم طبقه 14 ماساژ هستش. قیمتش از 350-400 درهم هستش. اینجا اتاق ماساژ هستش، فوق‌العاده عالی. امروز بریم یه هتل 3 ستاره قیمت مناسب توی خیابون شیخ زاید دبی رو بهتون معرفی کنم. هتل ابیس. استخر و باشگاه نداره ولی صبحونه داره. بریم که با هم دیگه ببینیم. فضای داخل اینجا لابی شدیه، در واقع نوشیدنی های استارباکس هر چی بخواین داره. ببینید رسپشنش این قسمته و به این شکل دیگه کلن اینجا. فوتبال دستی اونجا هست، بازی های مختلف. این قسمت میره سمت صبحونه، صبحونه رو نشونتون میدم. اینجا باره، در واقع نوشیدنی های الکلی غیر الکلی هر چی بخواین هم داره. راه روی هتل ابیس هر روز اتاقا رو تمیز میکنن، یه دونه آب هم میارن براتون. خدماتش اینجوری، حالا صبحونه هم که دیگه داره. داخل اتاقا ببینیم، راست همون سرویسشه. اینه وضعیت تخت، اوتو، سیف باکس و اینجا هم چای قهوه، پتو اضافه، بالش و اینا بیرون. سوالی متعالی دوستان عزیز، اومدیم صبحونه همین هتل یه صبحونه بخوریم ببینیم چه خبره. سالن صبحونهش به این شکله. اینجا شما رو اتاقتو میدی، اینجا نوشیدنی های مختلف داره، شیر و کاپوچینو، لاتو و هر چینا، آب خیار، آب پرتقال، آب داغ و به این شکل لیوانا. این هم همچین سیستمیه.
این قسمت رو نگاه کنین، انواع کراسانا این نونه خوشمزه داره که شما از این مربعای مخصوص میریزی، وسطش خیلی خوشمزه است. این قسمت هم نونتون اینجا داغ میکنین، ایرانی هم که زیاد. آره آره. بعد دیگه سیب زمینی، تخم مرغ، نیمرو، سوسیس عجیب غریب و اینجا که سوپ و اینا هست. باید من درش رو باز کنم ببینم. لوبیا بودیم، اینم برنجه، اینم یه نوع سوپه، سالاد. ببینین دیگه، پنیر، کالباس و میوه و فضای این برشم کامل خودتون ببینید. اینجا ماست و خیار و ایناست. از اینا با شیر خیلی خوشمزه است، میتونی میل کنی. بسل هم داره به این شکله، شونم ایرانی هستم. اینم از صبونه ای که من برداشتم، چند تا کراسان و شیر و آب پرتقال و میوه. فضای بیرون اینجا به این شکله. سلام و روز بخیر خدمت شما دوستان عزیز. امروز دارم میرم سمت نخل جمیرا، میخوایم بریم سمت هتل آتلانتیس، هم هتل هم مسکونی دیگه و کلی رستوران هم داره. بریم با هم دیگه از نزدیک ببینیم، چون که خیلی تعریفش رو میکنن، از جدیدترین پروژه های دبی به حساب میاد و قیمتاش هم خیلی بالاست. کلا بریم آشنا بشیم. جای والیه واقعا. Thank you. ماشینه دادیم واله. بریم ببینیم چه خبره. نه خودم، نه مسافرهای هتل. ورودیشو ببینید، از داخل این شیشه آب و آتیش میاد، چه باحال. او چه درب اتوماتیک خفنی. هی هاو ار یو. خیلی زیباست، فضای لابی هم خیلی قشنگه. دستچاک لابیه، بیای بیرون، یه همچین فضایی داره، خیلی قشنگه. ببین میای داخل این آبا میشینی، واقعا جذابه. رستوران میلوس اونور و ساحل اختصاصیش، آبنماها هم هر نیم ساعت کار میکنن و خلاصه خیلی جذابه. هتل خیلی خوبیه واقعا. بله دوستان عزیز، همون جله در ورودی که لابی یه خانم محترم اینجا بودن. اینقدر که میگم خدمات همه چی اینجا عالیه، اینفورمیشن هست، راهنماییتون میکنن. اینجا فواره هاست و ما با این خانم داریم میریم رستوران خیلی خوبی که پیشنهاد دادن. فضای بیرون رستورانی که توی این رویال آتلانتیس است واقعا عالیه، خیلی قشنگ. آب نما هم هر نیم ساعت میزنه، معرکه است، معرکه. چای دوست اومدیم رستوران میلوس، یکی از بهترین رستوران های رویال آتلانتیسه که ویوی دریا رو داره، از این برم ویوی خود برحال این ساختمون رویال رو داره. کلا غذای دریایی داره، خیلی رستوران خوبه. نوشیدنی الکلی غیرالکلی همه چی هم داره. غذاهای دریایی اکثرش یعنی معروفه اینجا. ببین اصلا خودتون ببین. بله توی دبی امروز اومدم کمپانی ماشینای هیوندا. این ماشینی که پشت سرم میبینین توسان سفید مدل 2023، قیمتش 110 هزار درهمه، تقریبا 1.5 میلیارد میشه به پول ایران. تازه اقساط هم داره، میتونی 20 میلیون تومان بدی و همین الان ورداری ببری. واقعا عالیه. این توی ایران چقدره الان؟ ببینین
توی ترکیه تقریبا الان صفرش 1,500 1,600 هزار لیره، 1,600,000 لیره تقریبا فول آپشنشه. میبینین؟ یعنی توی ترکیه 3-4 میلیارد در میاد. حالا نمیدونم توی ایران چقدر میدن اینا. احوه صفر نو. الانترا رو ببین، 79,000 درهم تقریبا در میاد، 1,100,000,000 تومان، 17-18 میلیون تومان. بده ورش دار ببر، همین الان بردار ببر. ببین صفر. به به واقعا عالیه، چه عطرو بویی هم میده، بوی نو. اومدیم رستوران میلوس، یکی از بهترین رستوران های رویال آتلانتیسه که ویوی دریا رو داره، از این برم ویوی خود برحال این ساختمون رویال رو داره. کلن غذای دریایی داره، خیلی رستوران هم خوبه، نوشتنی الکلی غیرالکلی همه چی هم داره. غذاهای دریایی اکثرش یعنی معروفه اینجا. ببین اصلا خودتون ببینی، میگوای گنگه خیلی خاصه، اختاپوس و ماهیای مختلف این شکلیه. اینجا هم که رستوران آشپزخونه، قسمت این ور، این هم ویوی بیرون، ساحل اختصاصیشه، اونورم که مارینا و اینا مشخصن، این هم فضای داخل رستوران. این رستوران های لاکچری دیگه شما وقتی میشینی روی میز، اولین کاری که میکنن روغن زیتون براتون میارن با یه نون داغ مخصوص، حالا مدل های مختلف داره نونش، اینجا به همین شکل آبم براتون میریزن. و اینم که من نشستم بیو این پالمو داریم، اینم خودم های خدا شکر بگذرانیم زندگی دیگه. ولی تراسش خیلی قشنگه، اینجا بشینی جذابه با این ویو. بله اینم غذای من، میگو گرفتم. ببین همینقدر کافیه واسه این رستوران. از تو این آبه در میارن. واو ای با دنکیو. از اینجا بر میدارن، میبرن سرخش میکنن. دوستان میگو خیلی خاصیت داره، به ویژه غذاهای دریایی، واقعا سعی کن همیشه بخوریم. دوستان میگو خیلی خاصیت داره، به ویژه غذاهای دریایی، واقعا سعی کن همیشه بخوریم، خیلی واسه بدن خوبه. ولی من متاسفانه از این میگو همینقدر خوردم، الان ازش صرف نظر میکنم، به خاطر اینکه من تا حالا ندیدم یه چیزی غذایی بخورم چشاش اینجوری معلوم باشه. ببینید چشاشه، دست و پاهاشه، وای خدا من اصلا حالا بد میشه، دست خودمی خیلی دوست دارم میگو، ولی دیگه دست و پاشون معلومه، چشاش معلومه، مثل این نمیتونم. ببین این چششه، وای 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 نمیتونم متاسفانه. خیلی بهترین غذا هم از سوا، ولی خب من طبیعت هم جوری نمیتونم چش و گوشش رو معلوم باشه، دست و پاش رو بکنم. بله دوستان، برام چشم و دست و پاهاش رو بریدن آوردن، این بار دیگه میخورم و اینجوری هم آبلما رو ببینیم. بله اینم حساب من، 165 درهم ناقابل، 4 تا دونه میگو. Thank you. آقا میگن یه رستوران ایرانی اینجاست، من سریع برم اینجوری میشه. Thank you. جلوی همه درا یه خانم گذاشتن در رو باز کنه، خدا وکیلی چقدر خوب. ولی خب دیگه یه میگو 165 درهم شد، نزدیک 3 میلیون تومان، همینه دیگه، پول اینا رو میگه. پارک آبیشو ببینی، اوه پارک آبی و استخر و این رویال.
Thank you. آقا میگن یه رستوران ایرانی اینجاست. من سریع برم. اینجوری نمیشه. Thank you, madam. جلوی همه درا یه خانم گذاشتن در رو باز کنه. خدا وکیلی. چقدر خوب. ولی خب دیگه یه میگو 165 درهم شد نزدیک 3 میلیون تومان. همینه دیگه. پول اینا رو میگه. پارک آبیشو ببینی. پلاژ اختصاصی رویال اتلانتیس، فضای سرسبز و این قسمت استخر اختصاصی، استخر خیلی شیک خود رویال و اون بالا مگه نگاه کنید. Thank you. آقا میگن یه رستوران ایرانی اینجاست. من سریع برم. اینجوری نمیشه. Thank you, madam. جلوی همه درا یه خانم گذاشتن درو باز کنه. خدا وکیلی. چقدر خوب. ولی خب دیگه یه میگو 165 درهم شد نزدیک 3 میلیون تومان. همینه دیگه. پول اینا رو میگه. پارک آبیشو ببینی. اوه پارک آبی و استخر رو. این رویال. جای با صفاییه. پلاژ اختصاصی رویال اتلانتیس، فضای سرسبز و این قسمت استخر اختصاصی، استخر خیلی شیک خود رویال و اون بالا مگه نگاه کنی پارک آبی این مجموعه هست. ببینیم دیده میشه. ببینین اینجا پارک آبیشه. میبینین و کلن خیلی فضای بزرگ و عالی داره. رستوران میلوس، رستوران خوب و گرون قیمت و دیگه بریم جلوتر. کلن رویال رو ببینید خودتون و اینم آبنماها. اون بالا هم یه استخر اختصاصی دیگه داره. خیلی قشنگ واسه کسی که تو هتل هم یا واحد رو خریداری کردن. برای افتتاحیه این هتل خواننده معروف و این خانم بیانسه بود اومد خوند و کلا اینجا رو خیلی معروف کرد. اینجا رو کلا روسا خریداری کردن. همون موقع که لانچ شد همه رو خریدن. الان کسی بخواد بخره باید از به حال یکی دیگه بخره و واقعا هم خیلی جذابه. خیلی جذاب و گرونه. واحداش تقریبا واحداش رو بگم بهتون قیمتاش از چند میلیون دلار شروع میشه. ببین اینجا رو لباس نباس داره. واقعا خیلی لوکس و شیک ساختن. از بهترین سنگا ببین استفاده شده. مساله لوسترا رو ببین چه قشنگه. لابیش هم خیلی خوشگله. اینم که خیلی قشنگه. اینم که لوی ویتونه. چند میدونن لوی گپ 15 نفر اینجا وایستادن. بلا فاصله که مشتری میاد یه ماشین سری یه کارت بهشون میدن ماشینش رو میبرن پارک میکنن. خدمات سری ارسیل خیلی خاصه. جای خاص واسه آدم های خاص. چه نظمی خدای من. تازه رایگانم از هیچ پولی نمیگیرم. واقعا باید یه انا میخواستی میدید نخواستی هم نمیدید. خب گیورو هتل جایی که قرار من چند شب اینجا باشم. خب
خب اینجا قسمت ریسپشن و عکس پادشاهان امارات. بابا با چقدر شلوغ آسانسورا. عجب. اینم هتلی که من توش دارم اقامت میکنم، ولی خدای هتل خفنی. آقا طبقه که من اتاقو گرفتم طبقه 71، یعنی اینقدر فاصله. بریم داخل اتاق. این اتاق منه، عرضم به خدمتتون. اینجا یه قسمت آشپزخونه طوری داره، تخت خواب، ویو شهر. اومدم که کاملا ویو برج خلیفه رو دارم و تمام ساختمان های این شهر. یعنی ببینین دیگه خیلی اون پایین 71، ولی باز میشه کمر خلیفه هم نمیشه. دوباره این برم به این شکل. دوستان این صبحانه هتله توی دبی، والا ما هر کشوری رفتیم جز ترکیه، این هندی ها فرهنگ غذایشون رو کردن تو اون کشور، جا دادن تو اون کشور. واقعا غذاهای تند، همه چی لوبیاش تنده، عدس تنده. حالا این هم غذای من با دست دارم از این چیز رو نشوندم، زرد پر نشوندم. روسیه که با اینا کیلومترها فرق داره، میری غذاهای تند هندی همه جای خیابونا رو گرفتن. خدایشو ترس تو ترکیه یه همچین چیزی نیومده. خب بریم استخر هتل. اولا از طریق یه همچین کلیدوری این ساختمون هتل وصل میشه به یه ساختمون دیگه که طبقات پایینش اتوپارکه و طبقات بالاش استخر و کلا فسیلیتی مجموعه توی یه ساختمون دیگه قرار داره. اینجا قسمت استخرشه که یه همچین ویدیوی بی نظیری داره. الان اومدیم طبقه 80 برج گیبرات توی دبی. کل دبی زیر پامونه دیگه، به جز برج خلیفه که یه ویو خیلی خوشگلی از برج خلیفه داره. این تراس هر نفر ورودی 100 درهمه. بریم اینجا رو با هم دیگه ببینیم. این ویو این قسمته و اون برم که میبینین دریاست. واقعا خیلی خوشگل. ببینید همه بالا رو بگیر پلیز. این برم ویدیوشو بگیرم براتون. همچنین ویدیوی هم برج داره و نگم براتون، واقعا خیلی خوبه اینجا، خیلی عزیز دلم. این چیزایی که میبینی جنسشون از طلا هستش، یعنی شما هر رنگ زردی که میبینی طلاه. البته فکر کنم اینم بله اینم طلاه. این طبقه 25 هتل هستش که فقط مخصوص سلبریتی ها هست، از مثلا خانواده معروف آمریکایی، دنیا، هر کسی که فکرشو کنید. یه جای فوق العاده، فقط این صحنه رو ببینید. طبیعت هواشون خوش می‌کنه.
However, the last celebrity 11 months ago stayed here was Lewis Hamilton, Formula One driver. Because the helipad is only 3 floors, so it's easy access to come. And imagine this is considered one of the biggest suites. It starts from here till the end. This is only one suite. David Beckham, Justin Bieber, Roger Federer. اینم که میبینی سوارسکی تغییر کرده برج برای کریستن سوارسکی فکر کنم این حتی اقل 3-4 میلیارد پولش میشه بیشتر. از این رسمت میگه پایین نگاه کنید به صحنه عجیب غریب ببینید. بریم که وارد فکر کنم یکی از سویت ها قراره بشه. اسم این سویت چیه همون؟ All right, so now we've brought you to the Royal Suite. It's like a museum. Here you're going to take your time. I know, I'm just going to see a shop. And you're going to learn attention to details about the whole project of Burj Al Arab. Then you can go to the iconic moment. Then you're going to go last in this past and the future area where my community is. You're going to enjoy it. So enjoy and you can take as much as you. اینا که دارید میبینید آیپده طلاییه که تو برج العرب به مهموناشون میده. صحنه از این مگه زیباتر هم هست واقعا. وای آقا صحبت نمی کنید. سلام، صبح پر انرژیتون به خیر باشه دوستان عزیز. امروز اومدیم صبحونه بخوریم. یه دونه رستوران توی ابن بطوطه هست، پال اسمشه. بعد این رستوران من همیشه میام، واقعا خیلی با کیفیته. بعد صبحونه رو نگاه کنید سفارش دادیم. این تخم مرغه، ببین آووکادو تخم مرغ، اینم آووکادو تخم مرغ، منتها این پختشه. چایی هم گرفتیم. حالا ما هتلی که گرفتیم همین کنار ابن بطوطه است. بعد من اول با صبونه گرفته بودم، بنا به دلایلی تغییرش دادم. خب بدون صبونه شد دیگه، حالا نمیدونم. و گفتم بابا اونجا داشتن نفری 55 درهم میگرفتن بابت صبونه، دو نفر 110 درهم، ولی اینجا ببین با 54 درهم چه صبونه میتونی بخوری. 100 برابر اون ارزش داره، با کیفیت، جای خوب، خوش سرت دارم.